روز 29 دی 1401 پارلمان اروپا طی قطعنامه ای سپاه پاسداران را یک ارگان تروریستی خواند و از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستار قرار دادن آن در فهرست گروه های تروریستی شد امریکه واکنش های بی در درون رژیم را به دنبال داشت ایرنا خبرگزاری رسمی رژیم به نقل از امیر عبداللهیان وزیر خارجه رژیم آخوندی نوشت اقدامات مخرب پارلمان اروپا در قبال سپاه پاسداران خلاف منشور سازمان ملل متحد است تصنیم خبرگزاری نیروی تروریستی قدس که در وحشت فراموش کرده سازمان مجاهدین خلق شش سال است که از عراق و کمپ لیبرتی خارج شده نوشت اروپایی ها حتما می دانند که تروریست های واقعی بیخ گوش خودشان در پاریس و لیبرتی فعالند اما آنقدر از اتخاذ تصمیمات عاقلانه عاجزند که چنین گروهک هایی آنها را در یک دالان تاریخ قرار می دهد تصمیم اروپایی ها در سپاه ورود به یک دالان تاریک است ورود با خودشان است اما قاعدتا نحوه ادامه و خروجش را از الان نمیتوانند ببینند سایت رجا نیوز هم نوشت همچنین میتوان به لابی گسترده رسانه های معاند برانداز نظیر سازمان مجاهدین در تصویب این قطنامه نامهم اشاره کرد خامنه ای تمام امام جمعه هایش و مهره های دیپلومات تروریستش را هم به صحنه فرستاد تا بگویند این تصمیم نامهم مخرب ساخته و پرداخته معاندین به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران است اما یکی از سحنه های اصلی وحشت رژیم آخوندی در این قضیه را تلویزیون و حکومتی به نمایش گذاشت پارلمان اروپا امروز در حالی در سالن اجلاس خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گروهک تروریستی نامید که در همانجا سالها میزبان یکی از بزرگترین گروهک های تروریستی بوده. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران از نظر اروپا یک گروه تروریستی است. همین چند ساعت قبل در این ساختمان به این نتیجه رسیدند. این اتحادیه مهمترین تعریفش از تروریست را در قرارداد بین خودشان این گونه تعریف کرده. حملات به جان یک فرد که ممکن است باعث مرگ شود، حمله به تمامیت جسمانی یک فرد و ارزه و استفاده از سلاح، مواد منفجره یا سلاحهای هسته‌ای، بیولوژیکی یا شیمیایی. اما همنشین مورد علاقه افرادی که زیر این عهدنامه را امضا کردند کیست و بیشترین نشست و برخاست را با چه تفکری دارند مریم رجوی او سال 2006 برایش فرش قرمز می اندازند. سال 2007 اینگونه از او استقبال می شود. سال 2014 درست در روز موسوم به حقوق بشر مهمان اصلی اتحادیه اروپا می ایران از این بلاد سال 2016 او که نیروهای زنش را وارد میدان نبرد کرده بود به خاطر حقوق زنان مهمان همین اتحادیه شد. این سال 2018 و حتی دور همی مجازی اخیرش با اعضای پارلمان اروپا در نکوهش انسان جلسات پی در پی در ستایش انسانیت در جلسه ای در مقر اصلی پارلمان اروپا با گروهکی که سربازانش را برای ریختن خون انسانها تجهیز می کرد حالا در همان سالن جلساتی که یک تروریست به سندلی شکیه زده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را تحریم می کنند این همه وحشت تنها به دلیل تصویب به یک قطنامه در پارلمان اروپا که هنوز به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو نرسیده چه علتی دارد علل را در چند زمینه و به خلاصه صورت میتوان اینگونه توصیف کرد سپاه پاسداران یک نهاد تروریستی با شاخک های مالی فراوان است که این عمل میتواند بسیاری از سرچشمه های مالی او را بخش کند انزوای بین المللی رژیم را به شدت افزایش می دهد و مهمتر از همه اینکه جبهه مردم و مقامت ایران را تقویت و یک ضربه کاری به نیروی اصلی نگهدارندی رژیم ولایت فقی و در خدمت پیشرفت و تعمیق انقلاب دموکراتیک مردم ایران است.